سلام و درود، اینجا سوئیس دهکده هایدی. توی این ولاگ با من باشید با کلی چیزای بی‌نظیر که درباره دهکده هایدی و خود هایدی و پدر بزرگ عزیز میخوام بهتون بگم. با من باشید لطفا. برای رسیدن به دهکده هایدی باید بیان به هایدی دورف، دقیقاً همین جایی که میبینید. منم اونجا ماشین آوردم گذاشتم، کلی کوههای آلپ اینجا رو احاطه کردن، سرزمین‌های سبز آرمانی، اصلا ویو بی نظیر و یه راه باریکی که به این صورت شما رو به سمت خونه هایدی هدایت میکنه. در یک نمای باز شما اول کوههای سر به فرق کشیده آلپ رو موقعی که میخوای بری به خونه هایدی میبینی. یک راه باریک کوچیک که سمت چپ و راستش سبزه و کلی از گلهای مختلفه که به این صورت اینجا میبینید و گاوهای شیرده‌ای که به گردنشون زنگوله بستن تا زیاد گم نشن. سلام سوشتون، اینقدر هیجان دارم انگاری که یه بچه 5-6 سالم، انگاری که نمیدونم، هیجانه دیگه. آدم دوست داره داشته باشه در هر صورت. بر شما هم شاید پیش بیاد. اینجا ورودی دهکده است، یه دهکده کوچیک جمع جور با خونه های خاص و کلبه های چوبی. دهکده هایدی از 6 بخش تشکیل شده. اول خانه مرکزی، دوم خانه کوهستانی، سوم خانه خودش، خونه آقای یوهانا اشپری که نویسنده بوده و خونه پدر بزرگ که با هم دیگه میخوایم یکی یکی ببینیم. از اینجا شروع کنیم. وقتی که وارد میشیم اول جایی که پت ها رو یا گوسفندا رو نگه میداشتم، بزار نگه میداشتم، میدیبینیم این هم پیتر و دوباره هایدی هست. چراغایی که در اون زمان به این صورت گرفته میشد رو میبینیم برای کالسکه ها، ابزار کالسکه ها، گردن آویز، زنگوله هایی که قطعا گردن گاو و گوسفند مینداختن، لوازمی که برای اسکی استفاده میشد، کاخ و یونجه‌ای که اینجا به این صورت دیده میشد و مسافرا میان اینجا میشینن و خودشونو در اعماق کارتون هایدی رها میکنن. اینجا دوباره کالسکه پدر بزرگ رو میبینیم. بریم به سمت خونه های دیگه. ما باید هر کجا که میریم تیکتمون اسکن کنیم. بله داداش، تیکت اسکن شد. بریم ببینیم اینجا دقیقا کجاست. اول میخوام اون برا ببینم چون شلوغه. این قسمت انبار خونه بوده که
سبزیجات و ذرت و گندم به این صورت که میبینید خشک میشده، تو این دستگاه بعضیش گذاشته میشده خورد میشده، اینجا کاملا مرحله فکر کنم جدا شدن گندم از خوشه بوده و حس خوب. روبروی انبار خب نوبت رسید به مدرسه هایدی، زنگ زدیم وارد شدیم. همینجوری که میبینید اینجا کلاس درس بچه های دهکده بوده و هایدی هم دقیقا اینجا میشسته. اونجا تخت سیاه بوده، اینجا جای معلم بوده، این بخاریه و اصلا هرچی بهتون بگم کم گفتم. این کیف رو نگاه کنید، از چرم یا پوست گاو درست شده به این صورت که کتابا داخل این گذاشته می شده. میزا رو تو رو قرآن نگاه کنید و بعضی اینجا بافتنی می بافتن، بعضی ها کتاباشون به این صورت بوده، بعضی ها تخت سیاه کوچیک خودشون رو داشتن، کیفای چرمی، نقشه های قدیمی اون زمان در نوع خودش فوق العاده است. این چوبیه که توی فیلم معلم با این بچه ها رو تنبیه میکرد خطکششونه. این زنگوله، این ساعت و اسفنجی که با این اینجا رو پاک میکردن، کتاب های قدیمی اون زمان و مهمتر از همه چی اینجا اتاق معلم بوده. معلم اینجا کفشاشو در می آورده، لباساشو اینجا میذاشته، توی این تخت میخوابیده. این یه ظرفیه که توش آب گرم میذاشته، توی هوای سرد میذاشته زیر پتو. میز کوچیک، دوات، نمیدونم جایی برای نوشتم و یه عکس قدیمی از بچه های دهکده، فانوس و چیزایی برای نوشتن، یه کتابخونه کوچیک. اصلا عجیب. این قسمت از مدرسه آشپزخونه مدرسه بوده که یه همچین شکل شمایلی داره. کسایی که می اومدن اینجا خب براشون غذایی هم تدارک دیده می شده. این نوناشه، این دستگاهی که نونو باش خورد می کردن، اینجا آشپزخونه شونه که با همچین دستگاهی آشپزی می کردن، چایی می زاشتن یا حالا هر چیزی. و این هم لوازم تقریبا میشه گفت آشپزی این مدرسه بوده. هیزوما رو ما اینجا ببینیم و اینجا یه انبار خیلی باحالی میبینیم که خیلی هم خنکه. یه بشکه شراب، یه فانوس، سیب زمینی و میوه و سالاد و خیارای بزرگ شوفرکش و گوشت و عرضم به حضور یه سری لوازم رو ما اینجا به این صورت میبینیم. چقدر اینا خواستم. خونه هایدی یه همچین شکلی داره و من میخوام واردش بشم. و موقعی که وارد خونه هایدی میشی در طبقه اول شما حموم، آشپزخونه، یه جورایی انبار و عرضم به حضور مکانی برای نگه داشتن نونهای خشک شده و ظرفای آب. در قدیم آبا رو انگاری اینجا نگه می داشتم
که این بشکه هم کاملا نشون میده که در اون زمان استحمام چجوری بوده. البته بیشتر شبیه بشکه های شرابه. این ظرفم ظرفیه که توش انگاری میبا و چیزای دیگر رو به این صورت اینجا میشستم. هم ظرفا و بطری‌هایی که در اون زمان استفاده میشده. موقعی که وارد خونه هایدی میشی اول اینجا رو میبینی، یه انبار مانند مشخصه که اینجا دوش میگرفته، اونجا بشکه های آب و شراب وجود داره. قسمت یه جورایی جاییه که نوشیدنی ها و غلات رو نگه میداشتن. نگاه کنین در اون زمان نون رو چجوری نگه میداشتن. بالای خونه هایدی رو میبینیم. اینجا اتاق هایدیه. هایدی پیتر در کنار هم و کاملا رویایی. کلی بچه هم اومدم فیلممون هم خراب کردم. سی چیز تحشین یاد نشیده. هلو، اینجا هم اتاق مشخص اتاق بابا بزرگ بوده. لباس های پدر بزرگ اینجا کاملا مشخص. جلیقه، شلوار، کت، قاب نوشیدنی خیلی باحاله. اینم در نوع خودش خیلی جالبه. حالا چی هست نمیدونم، شبیه دستگاه عرقکشاش. یه صندوقچه چوبی دو اتاق دیده میشه، یه تخت و یه پنجره. آها، یه چیز رو یادم رفت، اینجا یه اتاق زیرشونی هم داریم که چقدر خوشگله. اینجا طبقه بالای خونه هایدی هست. اول میخوام اتاق هایدی رو بهتون نشون بدم. چقدر زیباست. موقعی که وارد میشی اولا یه دریچه میبینی که میره طبقه پایین، یه عروسک به همراه یه گهواره میبینی، یه صندوقچه حسیری میبینی، تختش، لباسش، وسیله هاش. و جالب اینه که لباساش و اسباب بازی هاش هم به این صورت شما اینجا میتونید ببینید. یه جفت کفش چرمی هم اینجا به چشم میخوره. اسباب بازی هاش که من خودم بچه بودم از اینا داشتم بازی میکردم. و میوه کاجایی که اینجا شما مشاهده میکنین، گارچه درختی یک عدد شم. و به این صورت شما اینجا زنگولای مختلف هم میبینید. و به این صورت اینجا کمد خانوم هایدی را میبینید که یه لباس قرمز و سفید به این صورت اینجا دیده میشه. چراغ فانوسوار. این قسمت از خونه دوباره یه رخت شور خونه میبینیم. لباسای هایدی. و برام جالبی که اون زمان بعد از این که
بلارا رو میخوردن اینجوری خوش میکردن، نونا رو درست میکردن به این صورت خوش میکردن که تعداد موندگاری روزاش بیشتر باشه. اینجا لیوینگ روم اتاق هایدیه، هایدی، پیتر که در کنار هم روی میز چوبی نشستن. پیتر این ماسمسکش رو اینجا میبینیم، یه دستگاه ریسمان، ابزارالاتی برای کندن پشم گوسفندان و اتو قدیمی، یه تخت کوچیک، یه کیف چرمی. وارد اتاق پدر بزرگ میشیم. اینجا تخت پدر بزرگ رو میبینیم، وسیله های پدر بزرگ، یک صندوقچه و لباس های پدر بزرگ و ظرف احتمالاً الکل پدر بزرگ. هیچ ایده ای ندارم این چیه. این قسمت از خونه رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه سرویس بهداشتی های خونه رو اینجا تعبیه کردن. برام جالبه که دوتایی هم گذاشتن. توی این قسمت آشپزخونه هایدی رو ما میبینیم. یه چراغ فانوسی اینجا هست، میزی که روش غذا میخوردن، تیکه ای از پنیر، نون، کتری، ظرف و ظروف ها و دو تا آدم فضول هم اونجا هست که سرویس کردن، مالیدن امروز منو. و این هم قطعا اجاقشونه به این صورت. اینجا کاملا دیده میشه که چه باحاله. هیزامو اینجا میریختن، آتیش میزدن و هر کدوم از اینا قطعا یه کاره میکرد. این هم نمای خروجیه. هایدی و پدر بزرگ دو تا خونه داشتن. یه خونه برای زمستون که بهش خونه آلپی گفته میشه، یه خونه برای بقیه فصل. حالا با هم دیگه بریم داخل این خونه رو ببینیم که آقای یوهان اشپری، نویسنده داستان هایدی، هم یک زمانی بچگیاش رو اینجا اصلا زندگی کرد. اتاقی که هیزوم ها رو میشکستن میذاشتن اونجا، ابزارالات، کلی هیزم بیرون دیده میشه و اینم داخلش زامبی ها. طبقه بالای خونه پدر بزرگ هایدی رو میبینیم به این صورت. و این دریچه زیبا از این خونه. این هم قسمت آشپزخونه. یه این خونه از مشخص یه خورده مدرن تنه و یه فانوس. نوبت رسید جلو خونه هایدی. یه آبخوری خیلی خاصی وجود داره که از چوب درست شده که روزانه از تا ساعت 5 آب بازه و آب از اینجا چکی میکنه روی این تنه درخت که به صورت آبخوری ساخته شده. و این آبخوری بیشتر برای بز و گاو و گوسفند و اینجور چیزا ساخته شده که توی فیلم هایدی هم دقیقا وجود داره.
کلی هیزوم های کهنه جلوی خونه هایدی به این صورت گذاشتن. اینجا یکی از پنجره‌هاش هست، اونجا اتاق خوابشه و این هم دریچه سرویس بهداشتیشه. آقای یوهانشویلی نویسنده کتاب هایدی بعد از این که اینو نوشت 5 میلیون نسخه از این کتاب فروخت و بعد از اون حدود 10 تا 12 نسخه فیلم‌های متفاوت از قصه هایدی به فروش رفت و برای خود من نسخه ژاپنی جز بهترین نسخه هایی بوده که تا الان دیدم. جلوی مدرسه هایدی یه فضایی وجود داره که اصلا خیلی خاصه. خاص بودنش برای من این بزایی هستش که اینجا وجود داره، یه زنگوله به این صورت توی گردنشون هست، همیشه هم دنبال خوردن یه چیزی هستن و اینجا هم یه بز شدیدن خاصی رو میبینیم. نگیر از همه جا بز میباره. این هم بیوه فوق العاده زیب. در انتهای این بازدید یه فروشگاهی وجود داره به اسم همون هایدی دورف شاپ هستش که کلی چیزهای مختلف درباره هایدی اینجا به فروش میرسه، از کیک های کوهستانی تا کوله پشتی های کوهستانی که اینجا به این صورت شما مشاهده میکنید، چوبیه به پشت بسته میشن اینا، تا سفره های هایدی، آقای پیتر خانم هایدی رو هم اینجا قشنگ میبینیم، دستمال سرای هایدی، لباس های قدیمی هایدی. ای جانم چقدر خوش سلیقه. و کیف کوچیک هایدی خیلی بامزه است، آدم دلش بخواد همه شو بخره، یعنی انقدر که اینا بامزه کار کردن. و مهمتر از همه چی این کارکوسالای فیلم‌های هایدی. می‌دونین که فیلم هایدی رو 8 نسخه متفاوت بازی کردن که اینجا شما هر 8 تاشو می‌بینید، ولی قدیمی‌ترین نسخه‌ای که خیلی طرفدار داره نسخه ژاپنیشه، همین نسخه‌ای که شما اینجا مشاهده می‌کنید هست. چقدر اینجا بامزه است. این کتاب هایدیه که آقای یوهان اشپیری این کتاب رو نوشته. یعنی من برای این لباسه هایدی مردم، خیلی بامزه است. توی این قسمت، توی قسمت بالای فروشگاه یه همچین موزه‌ای وجود داره از لباسهای قدیمی، از نوارهای کاست، از پلاک‌ها، ساعت‌های قدیمی که در نوع خودشون جالبن. این لباس‌ها پدر بزرگ کارتونش که در حال پخشه و از همه مهمتر این کالسکه کلارا که به این صورت شما اینجا میتونید مشاهده بکنید. نام خود کلاراست، هایدیه، پیتره، پدر بزرگه.
و فیلمایی که درباره هایدی ساخته شده 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا فیلم در مورد هایدی تقریبا ساخته شده که اینجا قابل رؤیته. اینجا هم دوباره یه هایدی دیگر رو میبینیم، ولی من به هایدی خودم عرق دارم. هایدی من کیه؟ دقیقا اینه، نسخه ژاپنیش. و اینه، این همه کتاب به زبونهای مختلف درباره هایدی تألیف شده. واقعا دم آقای یوهانا شپری دهگر. فقط ویو رو داشته باشید. این یکی از خاص‌ترین مستندایی که تا حالا ساختم، چون خیلی دوست دارم و از ته قلبم اومد. امیدوارم از دیدن این مستند در کنار خونه هایدی لذت برده باشید و با لایک و کامنت هاتون کلی به هم انرژی بدید. مرسی که هستید و مرسی که همراه من هستید.